سلام، من کیانا هستم و خیلی چیزا توی زندگیم شده به خاطر عیسی مسیح و عیسی مسیح خیلی چیزای قشنگ و خیلی خوب توی زندگیم انجام کرده با مامان و بابام. توی ایران ما مسیحی شدیم و خیلی هم سخت بود، چون که توی ایران هممون میدونیم که مسیحی اجازه نداریم باشیم، باید مسلم باشیم و ما هم مامان و بابام و من هم مسلم بودیم. و بله، مامانم مسیحی شد و بعدن یه بار یه پرستشی گذاشته بودیم توی خونمون توی ایران و اون موقع من فهمیدم که یه خدا وجود داره و من فهمیدم که اون خدایی که وجود داره اصلا سختگیر نیست مثل خدای قبلیم. اصلا سختگیر نیست که بگه بعد اون کارو بکنیم، بعد اون کارو بکنیم. میگه که هر کاری بکنیم ولی ایمانمون رو از دست ندیم. و خیلی قشنگه این حرف و من ایمانم رو اینجوری آوردم. بعدن میخواستیم بیایم آلمان و اونجا هم خیلی 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 معجزه شد برای من و برای فامیلیم. یه معجزه رو خیلی دوست دارم بگم، اینه که یه بار توی یه هایمی بودیم و با دو تا دوست، مامانم دوست شده بود و بابام دوست شده بودن، بعدن عروسک بهم دادن. بگم چند تا عروسک داشتم و توی هایمه چند تا بچه بیشتر بودن و عروسک هایی که داشتم رو بهشون میدادم و هر روز و هر هفته بیشتر میگرفتم عروسک. یعنی من عروسک کوچیک میدادم و عروسک های بزرگ میگرفتم و از این یاد گرفتم که چیزای کوچیک به خداوند بدیم بزرگترش رو میگیریم و این خیلی برام خوب بود و خیلی قشنگ بود و از تا الان من این صحنه از یادم نمیره و خدا چه چیزای قشنگ هم برای بچه ها میکنه هم برای بزرگتر ها. و خیلی از چیزای دیگه شد، مثل این که من وقتی اومدم آلمان توی یه شهر دیگه بودیم، ولی بعدن من توی هایم بودیم، هایم چادری، و خیلی من مریض شده بودم که آمبولانس اومد منو ورداشت و شکم درد شدید داشتم و حالم اصلا خوب نبود و 5 روز توی بیمارستان بودم ولی هیچی دکتر رو پیدا نکردم. بعدن دوباره این چیزا شد، بعدن یک روزی دوباره رفتم بیمارستان و اونجا یه چیزی پیدا کردن و بعد زود عمل شدم و خدا رو شکر همه چی عالی شد. و یه دختری بود پیشم توی یه اتاق دیگه، بعدن پر از عروسک، یعنی اتاقش عروسک بود. منم اون موقع خیلی کوچیک‌تر از الان بودم و آرزو داشتم منم اتاقم انقدر مثل اون دختر عروسک باشه، قشنگ باشه، صورتی باشه. و یک روزی یه فامیلی اومد، یه دختر و پسر، بعدن به هم یه وسایل دادن پر از عروسک، یعنی خیلی عروسک بهم دادن. و از اون موقع واقعا فهمیدم هر چی که ما از خدا میخوایم میگیریم، ولی به موقعش میگیریم این چیزا رو. و بله، خدا خیلی چیزای قشنگی رو هنوز توی زندگی میکنه. هر دقیقه واقعا میفهمم معجزه میشه توی زندگیم، واقعا هر دقیقه این چیز میشه و بابت این خیلی خوشحالم.
آه بله، یه چیز دیگه هم بود بگم. من توی زندگیم یه چیز دیگه هم خیلی قشنگ درست شد و بعد توی ترکیه بودیم و میخواستیم با یک کشتی بریم و قاچاقچیمون ما بهش پول رو دادیم که با یک قایق قشنگ بریم و بله بعدن رفتیم اونجایی که با قایق سوار میشدیم و قایق پلاستیک بود و خرابم بود و ما 20 نفر بودیم، مثلا 20 آدم بودیم که بعد میرفتیم توی قایق کشتی اوگات بعد میرفتیم توی قایق بله بعدن خیلی ما بهش پول دادیم که سالم برسیم و واقعا نمیشه این آدم ها رو ببخشیم، یعنی بعضی موقع انقدر این عکس ها رو توی ذهنمون داریم که نمیتونیم ببخشیم، ولی یک روزی پیش خودم گفتم خدا چجوری همه رو بخشید؟ ما هم میتونیم ببخشیم و باید خودمونم ببخشیم و واقعا نشستم پیش خودم دعا کردم و اون مردی که پولامونو دزدید و بخشیدم و واقعا الان یه احساس انقدر خوبی دارم، یه احساس راحتی دارم که براشم دعا کردم که هیچ وقت دیگه این کارو نکنه و واقعا واقعا الان خیلی خوشحالم که اون آدمو بخشیدم و خیلی چیزای دیگه هم شد. من مریض بودم و پیش خونه عموم بودم، عمم هم پیشم بود و عمم مرده بود خیلی وقت پیش. بعدن من خیلی مریض بودم، دراز کشیده بودم، یهویی عمم برام دعا کرد و من یهویی اون دیوار برام باز شد و دیدم عیسی چجوری دست عمم رو گرفت که مرده بود و گفت نه ترس پیش منه. از اون موقع دیگه هیچ وقت در مورد این گریه نکردم که عمم مرده و خیلی خیلی خوشحال بودم که عمم الان پیش خداونده.